سلام. ببخشید تکرار کنید. گفتم سلام. بابا منظورم این نبود که سلامو تکرار کنی، اسم برنامه رو گفتم. اوه بابا اینم شد اسم. سلام آقای سردبیر، خبره امروز براتون آوردم. خبر نوشتی؟ ها؟ بله خبر نوشتم. به نظرتون خبرنگار آینده‌داری هستم؟ بله. راستش اگه بتونم از این چیزایی که به عنوان خبر نوشتی سر در بیارم، تازه میتونم در باره آینده قضاوت کنم. ببخشید لطفا تکرار کنید. بابا اینو من باید به تو بگم، هیچ معلوم هست این تو چی نوشتی؟ ببخشید لطفا تکرار کنید. اصلا نیاز به تکرار کردن نداره، من میخونم خودت واسم ترجمه کن. ببین اینجا نوشتی پدری دنبال روی فرزندش در تحصیل علوم شده است. این یعنی چی؟ صبر کن. آها اینجا هم نوشتی دو ماشین تصادف کردن، مقصر خودروی جلویی بود. بفرمایید. آقای سردبی واقعا از شما بعیده، این نوشته شد دانشگاه آموز سوم دبستانم بزنم میتونه بکنه. البته قصد جسارت ندارم ها، ولی هر دو جمله که من نوشتم درسته. بیا اینجا نشون بدم یه لحظه. پدری دنبال روی فرزندش در تحصیل علوم شده، اینجا هم دو ماشین تصادف کردن، مقصر خودروی جلوی بود. بفرم. با من بحث نکن آقا جان. اونجا تو جمله بالایی نوشی دنبال روی، تو جمله پایینی هم نوشی خود روی. آقای سردبی من درست نوشتم، اون دنبال روه اونم خود روه. آخه دوست عزیز، برادر من، بهتر نیست برای اینکه من یا هر کسی دیگه اینو اشتباه نخونه این یه رو برداری، مثلا بگی دنبال روه یا خود روه. خب بدم نمیگید، اینم یه راهشه، راه خوبی هم هست. حالا شد، به این میگن خبرنگار حرف گوش کن. آقای سردبی واقعا ازتون تشکر میکنم، شما یک استاد تمام عیار زبان و ادبیات فارسی هستین، خیلی کارتون درسته. ای بابا این حرفا چیه؟ خوب نیست که جلوی خودم اینجوری ازم تعریف و تمجید کنی. ببخشید تکرار کنید. چیو تکرار کنم؟ آقای سردبیر لطفا توصیه خودتون رو فراموش نکنید. شما گفتین خوب نیست جلوی خودم از من تعریف و تمجید کنید، اگه اینطوری بنویسید خونده میشه جلوی خودم، پس بهتر اون یه رو بردارید تا خونده بشه جلو خودم. اوه راست میگی، هممون باید مراقب حرف زدنمون باشیم. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. غلط، سیاست آلمان دنبال روی فرانسه در سیاست اقتصاد باز است. درست، سیاست آلمان دنبال روی فرانسه در سیاست اقتصاد باز است. غلط، خودروی حسن. درست، خودروی حسن. غلط، جلوی ساختمان. درست، جلوی ساختمان. غلط، ماشین جلوی من پیچید. درست، ماشین جلوی من پیچید.